خب جناب دیدر جان امکانه گفت چه توانستی گل معنا شکفت. دوشنبه است همینان عزیز و ارجمندم، اگه بخاطر داشته باشید الان دو هفته است که داریم گفتگو میکنیم با آقای مهندس بهرام مشیری بر سر نقدی بر چاپهای انتقادی شاهنامه. به نظرم مطلب بسیار مهمی است، خیلی مهمه، با توجه به اینکه همینطور که در پاد قبل بوزش گفته شد، خب صنعت چاپ در ایران نبوده و متاسفانه این کتاب بودن، نویسندگان بودن که خطشون هم اغلب خوب بوده، خب اینها سفارش میگرفتند و آثار رو رونویسی میکردن، در نتیجه برخی از اونها دخل و تصرف کردن بر مبنای نگرش مثلا مذهبی خودشون، نگرش سیاسی خودشون، تغییراتی دادن یا نتوانستن این متن درست بخونن، اون چی که به نظرشون رسیده آوردن و و خیلی، یعنی جمعاً میشه گفت این کاتبان و نویسندگان خیانت بزرگی به ما کرد. شما نگاه بکنید به مجموعه آثار بزرگان ما، ستاره های قدر اول ادبیات ایران، این پنج شش تنی که همه ما اونا رو میشناسیم، فردوسی، نم حافظ، سعدی، حضرت چی که از کنم نظامی گنجوی، امکانه داره شما متوجه بشید مذهب اونا چیه؟ شاعر برجمندی مثل فردوسی فکر کنید 50,000 بیت شعر میگه، هر چی میخورید نفهمید این مذهب چیه. خب داره به ما پیام میده که تفتیش مذهبی ممنوع. 1000 سال پیش مذهب جاش در حوزه دله، حق نداری. یعنی این آدم ها با اینکه دستشون باز بوده، به هر حال شعرهای برجسته بودن که آثارشون خوانده میشده، هزارها بار بازخوانی شده، محضاری که سعی نکردن سعی ادبیات به عنوان وسیله تبلیغ مذهبی استفاده بکنن. خود این درس بزرگی برای ما نیست که 100 سال دانشمندان و متفکران و پژوهشگران میزنن تو سر خودشون بفهمن حافظ مذهبش چی بوده، سنی بوده، شیعه بوده، نمیفهمن. سعدی چه مذهبی داشت؟ خودش هرگز این قضیه رو علنی نمیکنه چون اعتقاد نداشت. دو مسئله نژاد بوده، اینا قضایایی است که تو این دو هفته بررسی شده، نگاه نژادی نداشتن. بسیاری از قهرمانان بزرگ ادبیات ایران غیر ایرانی هستند و بعضی شخصیت هایی که اصلا باور کردنش مشکل و دشواره. تهمینه فکر کنید، مادر تهمینه همسر رستم، ایران غیر ایرانیه. خود این درس بزرگی به ما نمیده چه آقا ایرانی ها نجات پرست و نجات پرستی رو مضمون میداشتن، نکوهیده، نمیدونم، غیر قابل قبول. یه مسئله جنسیه، بسیاری از قهرمانان ادبیات ایران، هفت رنگ جامیره بگیرید، الهی‌نامه عطار بگیرید، شاهنامه فردوسی رو، نظامی مخصوصا، این زنان هم که قهرمانند. بسیاری از آثار خود عطار، زن پارسا، تحفه مغنیه، اینا زنند اما به مقام قهرمانی میرسن، به مقام افسانه ای ایرت انگیز. فکر کنید مولوی چی میگه درباره زن؟ خالق از سوگو یا مخلوق نیست. مقام زن رو به جایی میبره که میگه آقا زن اصلا خالق مخلوق نیست، زن خالقه، مقام خدایی به زن میده. یا مسئله ایران دوستی، مهر به میهن و مملکت و سرزمین ما 720 بار در شاهنامه نام ایران ذکر شد، 350 بار ایرانیان و ایرانی، جمعاً فکر کنید 1100 بار از ایران یاد کرد، از ایران و ایرانیان. یا خود مولوی با اینکه عمر طولانی، بخش بزرگی از عمرش رو در خارج از مملکتش طی کرد، در سفر گر روم بینی یا خوتن، چه رود از یاد تو حب وطن. یا نظامی گنجوی تو گنجه، همه عالم تن است و ایران دل، نیست گوگنده زین قیاس خجل. میگه خجالت نمیکشم، با صراحت میگم، با صدای بلند که همه دنیا بشنون، همه دنیا تن، ایران دل این دنیاست، دیگه باید به ما چی میگفتن. یا نگاه مذهبی که داشتن، شما ادبیات ایران رو نگاه کنید، مولوی، سعدی، حافظ، نگاهشون به بقیه پیغمبرها، انقدری که مولوی مثلا در همین دیوانش هم از موسی و مسیح یاد کرده، از بزرگان اسلام یاد نکرده. یا خود حافظ، بیا ساقیان می که حال آورد، کرامت فزاید، کمال آورد.
بمنده که در چیش رندان مست چه آتش پرست و چه دنیا پرست. چی باید میگفتن دیگه؟ یا اونجایی که میگه فیض روح القدس ار باد مدد فرماید دیگران هم بکنند آنچه مسیحا میکرد. ببینید چه ستایشی از مسیح به دست بود. یعنی نگاه بیطرف نسبت به همه مذاهب. و بعد از همه مهمتر این که جملگی اونها عشق رو به عنوان آلترناتیو انتخاب کردن در برابر مذهب. عشق. درود میفرستم به بهرام منشیری عزیز که خودش گشاینده این مبحث بود و چقدر هم خوب. درود بر شما آقای مبدی، صبح شما بخیر. درود بر هموطنان گرامی، بینندگان شما. بسیار بسیار مقدمه خیلی خوبی گفتید. فکر کردم اون مرور بکنیم همه اون چیزی که گفته شده. خب آقای منشیری، میخوام ببینم که باستاب این دو هفته گفتگو درباره کتابی به نام اجازه کتاب رو هم نشون شما بدم. کتاب آقای منشیری است به این قطره، حدود 600 صفحه است، 500 اندی صفحه. نقدی نوشته بر چی؟ بر چاپ‌های انتقادی شاهنامه. میدونیم آقای خالقی مطلق شخصیت برجسته و حقیق بزرگ ما 46 شاهنامه در اختیارش بوده، 46 تایی که در خارج. اینا باید بزنیم سر خودمون. مجموعه نسخ شاهنامه در بیرون از ایران بوده. اگه در ایران بود قطعا اینا وجود نداشتن. باید تشکر بکنیم از کشورهای متمدن که این آثار برای ما نگه داشتن. تشکر کنیم از کتابخانه ملی فرانسه که 2400 نسخه خطی ما رو حفظ کرده تا به امروز. بله. بسیار خوب. تلفن‌ها خیلی خوب، هموطنان خیلی راضی، بحث خیلی گیرا و جذاب بوده و سپاسگزاریم از هموطنان که توجه میکنن. بحث خیلی خوبی بود، سوالات خیلی خوبی مطرح کردید، خیلی خوب صحبت کردید و تلفن بسیار شد. خب اینجا قرار نیست که تو اینجا رها بکنید، قضیه قرار ادامه بدید. بله. به من بفرمایید حالا در جزئیات، وارد جزئیات بشید. خیلی علاقه دارم بدونم که در کجاها چه اشتباهاتی رخ داده، حالا چه بله. از سوی کتاب بوده، چه خود تشخیص ما. خود آقای مشیری تاکید میکنه که نهایت وقتی آدم به بنبست میرسه دیگه گزینه‌ای نداره، باید به عقلش مراجعه بکنه. به حرف نظرم منطقی. اینا همه شخصیت‌هایی میگن که در قلمرو نقد نظریاتی داری که نظریات قابل قبول. بله بفرمایید. در باب اصولا این تلفن که تصحیح به معنای اخص کلمه، این نیست الزاماً که شما یک ضبط رو با یه ضبط دیگه تغییر بدید. هست اما از نظر بعض مصححان بزرگ تصحیح آن است که شما بتوانید اگر نتوانستید ضبط صحیحی که در پیشگاه خرد اونجا خرد رو راضی بکنه و سبک رو از دست ندهد، شما بتوانید تصحیح قیاسی بکنید. یعنی وقتی شما میخواهید یک نسخه رو نسخه اساس قرار بدید، وظیفه شما اول این است که همه کتاب رو با دقت تمام کلام به کلام بخوانید و اگر غلطی پیدا شد، غلط صریحی پیدا شد که مشکلش در هیچ حل نشد، شما بتوانید تصحیح قیاسی بکنید. این تصحیح قیاسی رو هم شما مبتنی بر سبک و معنی، همه چیز در خدمت سبک است و معنی. یک مطلب خدمتتون بگم که دو مطلب در یک مطلب هست. فزون بر این که اینها نسخه ها استنساخ میکردن، کتاب فروشی ها، شما میرید ایران مرکز کتاب بوده، هزارها هزار جلد کتاب در این بازارها به فروش میرفت. اینها میمدن یک نفر میستاد قرائت میکرد، یک عده تحریر میکردن، یه مرتبه 520 جلد کتاب شاهنامه نوشته میشد، میبردن پیش کتاب فروش، کتاب فروش هم میفروخت فراغان و اینها. بعد بعض اوقات گوش میشنید خطا میکرد. مثلا در داستان رستم و سهراب وقتی که جنگ روز نخست تمام شده و هیچ کس به کسی پیروزی نکرده، رستم به لشکرگاه برگشته، سهراب به لشکرگاه برگشته، رستم از گیر میپرسد که چی شد این پهلوان حمله کرد. میگوید که این آمد نخستین بر توس شد کینخا، که او بود بر زین و نیزه به دست، چو گرگین فرود آمد و برنشست. این گرگین اینجا هیچ معنی نداره.
یعنی این که اینا دو نفریشون یه اسب داشتن، اون پیادهشون سوار شده. اینطور نبوده، خدا رحمت کنه این آقای مهر فرانسوی مشکل رو حل کرد. اینطور بوده، چو گرگ این فرود آمد اون برنشست، که او بود بر پای و نیزه به دست. و دلیلم داره، شما بایستی با طرز جنگ، با حرکات جنگی، حرکات سوار، حرکات لشکر، چگونگی جنگ ها آشنا باشید تا به اصطلاحات اون زمان که بتوانید که دست ببرید به این کارها. طوری بود سپاه که یک میمنه داشت، یک میسره داشت، چپ و راست قلبگاه داشت، که سپه سالار کل در قلبگاه می ایستاد و نیزه بلندی داشت که می آمد گاه گاه نظم سپاه رو با اون نیزه مرتب می کرد. میگوید که او بود بر پای و نیزه به دست، چو گرگ یعنی سهراب این فرود آمد اون برنشست، یعنی سهراب مثل گرگ حمله کرد. درست. تو سوارشون آماده دفاع شد. بعد خمیده میگوید بزد بربرش عمود، خمیده عمودی بزد بربرش، زنیرو بیفتاد ترگ از سرش. یعنی در حالی که سهراب خم بود، گرز رو که فرود آورد به سینه توس، این ترگش یعنی کلاه خود جنگیش از سرش افتاد. بنابراین چو گرگ این فرود آمد و برنشست، هم خنددار شده هم غلط شده، چون از طریق گوش نسخه رو می نوشت، گفت چو گرگ این فرود آمد، در حالی که بوده است چو گرگ این فرود آمد اون برنشست. از این خطاها اتفاق افتاده است، به خاطری که یک نفر می ایستاد و به صدای خواننده گوش میکرد و تحریر میکرد. از این دست خطاها هم بسیار شده. خب ما میدونیم مثلا آقای استاد خالقی مطلق از 46 شاهنامه است، نسخه شاهنامه رو در اختیار داشته، در دسترس داشته. 46 تا هم که خدمتتون گفتم همه در خارج از ایران بوده. به چند نسخه ای که مورد توجه شماست ایشون دسترسی نداشته، درسته؟ نه آقای خالقی، بله بله، آقای خالقی فقط به نسخه سنت جوزف دسترسی نداشته که اخیراً کشف شده. درسته. ولی آقای خالقی مصر هستند که شاهنامه فلورانس قدیمی ترینه و اساس کار ماست. در حالی که شاهنامه فلورانس بیشتر از 20,000 بیت، 22,000 بیت، من اینا رو آوردم با دقت شمردم، نمیشه بعد یک نسخه نیمه کاره رو اساس تصحیح کرد. درست. چون حتی جغرافیای نگارش در تصحیح، چون بعضی دیالوگ های محلی ممکنه وارد کتاب شده باشه. درست. این است که بعد ایشان وقتی که تمام شد این 20,000 بیت، بیشتر سنگینی کار رو روی نسخه لندن انداختن، نسخه قاهره تا اونجا که من دیدم و خوندم و اینها رو در اختیار داشته. بعد از چاپ کتاب ایشان هست که نسخه سنت جوزف هم کشف شده و خیلی مشکلات حل شده، به جهت اینکه ضبط‌های کهن بسیار داره این نسخه سنت جوزف. خب اونجوری که من استنباط کردم باز از کتاب شما و فرمایشات خودتون، بنابراین نسخه سنت جوزف تقریبا این نسخه اصیل تریست به نسبت بقیه، یعنی نسخه ایست که بله کاملا خیلی خیلی اصیل هست. به گمان من وقتی شما مقایسه میکنید، فرض کنید یک صفحه رو باز میکنید از لندن، همون صفحه رو باز میکنید از سنت جوزف، مقایسه میکنید تا 80% موارد سنت جوزف برتری داره بر لندن، در 20% موارد لندن برتری داره. و این خودش ثابت میکنه که ما هیچ نسخه خاصی رو نسخه اساس نمیتوانیم قرار بدیم. درست. و ما چاره ای نداریم جز این که در واقع شیوه استحسانی رو برای تصحیح شاهنامه انتخاب کنیم. اگر ما بخوایم تکیه کنیم بر یک نسخه، حتما خطا میکنیم و اشتباه میکنیم. و بعض خطاهایی که شده است به جهت این بوده که نسخه فلورانس عرض کنم که ضبط‌های کهن داره، متن بدی نیست، اما بعض جاهاش خب خبط و خطا داره مثل همه نسخه ها. درست. به خصوص اولش ابیات بسیار بسیار جعلی داره، اونجایی که فردوسی از دروغگویی خودش معذرت خواهی میکنه، یه آخوند برداشته نوشته و وارد کرده، حالا خدا رو شکر این وارد کتابش نشده البته. اما سنت جوزف هم چیز، همین فلورانس هم نسخه بسیار با ارزشی است. اینا چند تا نسخه هستن که ارزش منترین هستن، یکی همین فلورانس هست و سنت جوزف هست و نسخه لندن هست و لنینگراد هست و قاهره، اینها برترین هستن. بعد لندن دو رو داریم
و نسخه های لنینگراد دو رو داریم و نسخه های پاریس و جاهای دیگه داریم که اونها هم بایستی دم دست شخص مصاحب باشد که به اونها رجوع بکند اگر که معنی داره از دست میده. ممکن شما در یک نسخه که فکر کنید درجه سی هم هست بتوانید بهترین ضبط رو پیدا کنید، چون هیچ بعید نیست که این انساب اصیل تری داشته از نسخه‌ای که در دست است. کاملا درست. و آیا میشه این نکته که باز خیلی از نظر من جالبه اینه که در تمام شاهنامه وقتی مراسم عروسی هست به هیچ از این مراسم بر پایه هیچ مذهبی صورت نمیگیره؟ نه خیر، درست میفرمایید. و این حتی در آثار بقیه بزرگان ما به همین ترتیبه. و این خب نشانه چیه دیگه؟ نشانه نگاه فرامذهبی اونها. بله کله. بله وجود نداره. شما در عروسی های شاهنامه در مهمترینش که خیلی خیلی به اثناء استاد در بابی صحبت کرده، مناسبات عاشقانه زال و رودابه است. ما اما آخوند و ملا و موبد و اینا نمیبینیم در این مراسم. یا کیکابوس در هاماوران ما اونجا آخوند و ملا نمیبینیم. بله آخوند و ملا نداریم. یعنی روزگاری نبوده که این قید و بندهای مذهبی حاکم بر مناسبات انسانی باشه. دقیقا. بله. مثلا کیکابوس اشاره کرد، کاملا درسته. ازدواج سیاوش و فرنگیس. بله ازدواج تهمینه و رستم. بنابراین خیلی ساده میشه آدم تشخیص بده که اون قسمتی که ناگهان یک معبد وارد میشه، یک آخوند وارد میشه که خود به عقد جاری کنه، قسمت زائد. این یک کسی چپونده توش. بله اون قسمت که کاملا جعلیه و خیلی بیمعنیه و نصف شب موبت خبر کردن و اینها که عرض کردم مرحوم مینویی هم میگویم که آقا این جعلیست، این آقا این چه حکایتیست، این زیبای قصه در رمز و رازش هست، در نشناختن پسر پدر. اگر بنا بود عروسی میکردن و تبل کوس میزن نصف شب که دیگه داستان تراژدی نمیماند. کاملا درست. اینها از این نوع جعلیات رو به دو انگیزه، یکی انگیزه مذهبی و یکی انگیزه سیاسی وارد میکردن متاسفانه. دقیقا درست. مثل فرض کنید پیدایش آتش که صحبت کردیم در موردش. فردوسی نمیتوانست از آتش بگذره و جشن سده بگذره و از اون سخنی نگه، بنابراین پیدایش آتش توسط هوشنگ و بنیانگذاری جشن صده رو به اون منصوب میکنه. چه ابیات درخشانی هم هست، بی اندازه زیباست چگونه آتش به وجود آمد و نماینده پاکی و قدرت اهورامزدا شناخته شد. این داستان ها هست. منتها به انگیزه مذهبی گفتن آقا این آتش رو قبله میگوید، این قبله چیز فلانیست. تعصب دینی دیگه، قربتون برم. هر چیزی رو فاسد میکنه تعصب دینی. خب برخی از پژوهشگران شاهنامه معتقدن که چیزی حدود 12,000 بیت الحاقی داریم. میخوام ببینم نظر شما چی؟ خود شما به چه نتیجه رسیدید؟ ببینید، نخستین کسی که آمد و دست به این کار زد آقای ترنر ماکان آمد و شاهنامه ها رو از 60,000 بیت، 61,000 بیتیش هم داریم، تا 48,000 بیت. یک مؤمنی به نام حمدالله مصطفی ما داریم که این آمده بود دو بار. استاد ما در کتاب می‌فرماید، یعنی در واقع به شش بیور اشاره می‌کند، یعنی 6 تا 10,000 شش بیور ابیاتش آمد فزون. اما سخن این مرد بزرگ به تقریب بوده نه به تحقیق. اینها این آمد و دید که شماره کردید که اکثر نسخه ها 50 تا 51,000 تا 48,000 تاست. گفت که بقیهش از دست رفته گشته، هرچه پیدا کرده وارد کتاب کرده. حتی در یک نسخه که در اختیار استاد نلتکه بوده 61,000 بیت داشته. از اینها در واقع نسخه های اصیل شاهنامه بین 48 تا 50 51,000، نهایت 52,000 بیت، بیشتر نیست. و چون بعد از فردوسی و توفیق سخن او حماسه سرایان بسیار آمدند و داستانها را در واقع نظم کردند، بسیاری از داستانهای اونها هم وارد شاهنامه شد، مثل برزونامه، داستان کوک کوهزاد،
اینها کتابهایی بود، مثلا خود برزینامه حاوی 3500 بیت این وارد شاهنامه شده بود به نام فردوسی. بعد معلوم شد این متعلق است به خواجه عمید عطایی، نامی که 150 سال بعد از فردوسی میزیسته. و اولین کسی که این الحاقات رو نفی و رد کرد همون ترنر ماکان بود که داستان برزو و کوک کوزاد و اینها رو برد پا به پایان گذاشت و به نام ملحقات پایان کتاب. استاد دبیر سیاقی هم که کار ایشون رو به چاپ رسانی 1135 جلد ششمی رو هم ترتیب دادن و ملحقات رو در اونجا جای دادن. بنابراین برگرد به فرمایش شما، شاهنامه بین 48 تا 51 2000 بیت بیشتر نیست. مثلا حدوداً 12000 10000 بیت الهامی. بله بله حدوداً بله. بله بله. چی ظلمی کردن کافر نویسندگان. بله بله بله. چی ظلمی کردن. بالاخره شناسنامه ما. بله بله. بعضی اوقات هم از فرط اشتیاق و علاقه این کاری میکردن که علاقه جاهلانه بوده. علاقه جاهلانه بوده. یعنی در واقع در همین داستان سهراب، خب فکر میکنم در بین ایرانیان پرخواننده ترین و بهترین و شیرین ترین داستان، داستان رستم و سهراب بوده، چون مبتنی بر رابطه پدر و پسر هست و پر از عاطفه هست. اینها بیشترین الحاقات به نسبت ابیات در این که در این داستان هست، حدود 1010 تا 1000 نهایت 20 بیت، اما به 1680 بیت رسوندن، آمدن اونجا درست به تقلید از رستم و گرفتن رخش برای سهراب هم همین کار رو انجام دادن. بسیار بسیار ابیات سست و تشبیهات نادرست و غلط هست، تا گریستن تهمینه و زاری کردن به سهراب و اینا جمعا یه چیزی حدود 600 بیت، 650 بیت تا 680 بیت اضافه کردن. اضافه کردن خودشان. خودش. بله. خیلی جالب. بله. تو آقای مشیری، این که فردوسی بالاخره این با این نگاهی که داشته به گذشته ایران، مخصوصا ایران باستان، افسانه ها، اسطوره ها، میت ها، ولی در شاهنامه اثری از دوره هخامنشی نیست. بله. فردوسی کوروش رو نمیشناخته. این رو چی جوری میشه؟ خب ببینید، درست میفرمایید. این مجموعه ای که در دست فردوسی بوده یک مجموعه عظیمی از میتولوژی ملی بوده. اون چه از تاریخ در دست فردوسی بوده است تاریخ ساسانی بوده که بلافاصله چسبیده است به تاریخ بعد از عرب. از هخامنشیان مطلقاً نامی نمیبره، به نامهایی که ما میشناسیم. بله. کوروش از اشکانیان میگوید من جز نامی از اینها نشنیدم. به لحاظ این که سیستم ساسانی همه آثار اشکانیان رو از میان برداشت و از میان برد، اون آزادی مذهبی که برقرار بود در ایران و اون بزرگمنشی و نگاه به مذهبی که اشکانیان داشتن رو، اینها آمدن و گفتن از ایرانیت دور شدند و این یونان من یونانی منشی بوده است و ما بایستی دوباره رنگ ایرانی رو نیرومند کنیم، و آمدن و دوباره دین و دولت رو توأم کردند و بسیار نوشتن در باب اینها. بنابراین تا اونجایی که به تاریخ مربوط است، فقط ما در واقع ساسانیان رو داریم که به تفصیل فردوسی در باب اینها صحبت کرده، به ترتیب شاهان رو برشمرده تا میرساند به یزدگرد سوم و با جنگ قادسیه هم دیگه سیستم پادشاهی ایران سقوط میکنه متاسفانه. خیلی بله. تشکر. همین کسانی که میخوان کتاب سفارش بدن، شماره هست 818 776 52 61. تو زنگ بزنید الان دوستان ما فرشته خانم و خانم ماریای عزیز تلفن های شما جواب میدن. این هم کتاب آقای مشیری، آخرین کار بهرام مشیری عزیز، محقق و پژوهشگر، نقدی بر چاپ های انتقادی شاهنامه. خود داستان منظومه رستم و سهراب رو هم در این اثر نقد کردن. اجازه از بازرچه آگهی ها عبور کنیم، برگردیم گفتگو اون رو با آقای مشیری پی میگیری. به نظر مطلب خیلی مهمیست، فراموش نکنید. بالاخره شاهنامه سند هویت ماست. اگر نبود احتمالا من و آقای مشیری امروز به این روانی با هم صحبت نمی کرد.
به احتمال زیاد زبان عربی جای زبان فارسی رو گرفته بود، چون حتی تلاش‌های صورت گرفت از سوی برخی از روشنفکران خیلی مهم ما، مثل ابو ریحان بیهونی، زکریا رازی، خود ابو علی سینا، به هر حال که مجموعه آثارش به زبان عربی شد، یکی یعنی تلاش‌های صورت گرفت، بلکه حتی در دوره فخرالدوله صاحب ابن عباد که دیگه در دربار ایران هم اینها مکالمه‌شون به عربی بود، تلاش‌های صورت گرفت. ولی خب به نظر من روزی خیلی نقش مهمی داره، هم در انسجام فرهنگی ما، همین که این زبان رو برای ما تا به این روزگار حفظ کرده. امروز هم وقتی فردوسی رو میخونیم عجیبه، همون زبان همون دوره است. بله بله. بسیار کم لغت که متوجه نشده. دقیقاً دقیقاً. برمیگردیم و گفتگومون رو دنبال میکنیم. خب داریم گفتگو میکنیم با آقای بهرام مشیری بابت انتشار کتاب نقدی و چاپ‌های انتقادی شاهنامه همیانانم که مثلا مسئله بسیار مهمیه. همطور که خدمت رو گفتم، من هم داشتم با آقای مشیری صحبت میکردی، اصلا همین یکی از مهمترین پیام هایی که بزرگان ما، پدر بزرگ های ما، مادر بزرگ های ما به ما دادن و متاسفانه ناشنوده مونده، مسئله مذهب. فکر کنید تمام شاهنامه رو بچرخید نفهمید که فردوسی بالاخره مذهبش چی بوده. امروز ها باید از هزار اندی سال جنگ و جدل باشه بین متفکران و پژوهشگران ما که یکی بگه شیعه بود، یکی بگه نه شیعه نبود، یکی بگه رافضی بود و همه، یا اغلاطی که متاسفانه در کتاب‌های تاریخ و حتی در کتاب‌های درسی ما هم آمده، اینکه فردوسی شاهنامه رو به سفارش محمود غزنوی پادشاه ترک زبان در واقع نشست نوشت و بابتش می‌خواست سله بگیره، سله بگیره. بله. در حالی که زمانی که فردوسی این اثر به اتمام رسوند اصلا محمود غزنوی شاه نشده بود، هنوز به مقام پادشاهی نرسیده بود و اشتباهاتی از این دست. خب آقای مشیری عزیزم، به من بفرمایید، در شاهنامه بارها از زنده کردن و زنده شدن سخن میاد. بله. بله. اشاره به چی؟ عرض میکنم خدمتتون که این که یک ملتی صاحب حماسه باشد و میتولوژی کافی نیست. مهم آن است که در زمانی درست یک شاعر جامع الاطراف استاد پیدا بشود و به قوت هنر شاعری با دخل و تصرف هنری که می کند اینها رو جهانی بکند و در دلها تأثیر بکند تا بماند، وگرنه یعنی احیا کند. بله احیا بکند. درود بر شما. و شاهنامه با پیدایش شاهنامه ابو منصوری یا ترجمه ثعالبی احیا نشد. هیچ من و شما تا حالا رفته می‌بینیم ثعالبی چه نوشته؟ نه، ولی این هنر فردوسی است و خود او در باب دقیقی میگوید به نقلن درون سوس گشتش سخن و زو نو نشد روزگار کهن. یا در یک جا می‌فرماید از اون نامداران و گردنکشان که دادم یکا یک از ایشان نشان همه مرده از روزگار دراز شد از گفت من نامشان زنده باز. و البته یه بیتی دیگه هم هست که چو عیسی من اون مردگان را تمام یکا یک همه زنده کردم به نام. یعنی این توان در من بود که بتوانم اینها رو برکشم و بر بال شعر نیرومند هنری بنشانم و در اطراف جهان به پرواز در بیاورم. اما این هنر در دیگران نبوده. نبوده. بله. اونهایی هم که بعد از اون آمدند مثل اسدی طوسی و نمیدونم ابوالخیر و خیلی ها بودن دیگه که اینها نظامی و اینها که دست به حماسه بردن هیچ کدام توفیق نیافتن، چون اون هنر فردوسی در اینها نبوده. رمز رازی که او میدانست در ساختن حماسه در اینها نبوده. وقتی دقت بکنیم در نوع اشعار اینها میبینیم که تأثیری نگذاشتن. کتاباشون هست، بسیارم ارجمنده، اما در حافظه ملی نقش نبستن، زنده نشدن. زنده نشد. بله، کاملا درست. بله، مقصودش اشاره به هنرش. به اهمیت فردوسی پی و شاهنامه میخوام یه سوال بکنم، شاید غافلگیر کننده باشه، از آقای بهرام مشیری که ما به اهمیت قضیه فکر کنیم شاهنامه نیست. اصلا فردوسی در هزار اندی سال پیش نه به دنیا آمد نه شاهنامه خلق کرد، چه بلایی بر سر ما میومد؟ عرض میکنم که یک کمبود عظیم حس میشد. ببینید، درست اشاره کردی به صاحب ابن عباد. ما عراقیان رو داریم و خراسانیان،
درست. عراقیان که اهالی کوهستان بودن، اهل اصفهان، حوزه قم، همدان تا برود به آذربایجان، اینها بعد از اسلام به عربیت روی آوردن و عربی می نوشتن. و صاحب ابن عباد کافی می گوید من وقتی به آینه نگاه می کنم و یک ایرانی می بینم خجالت می کشم. اینها ایشون نخست صدر اعظم فخرالدوله دیلمی بوده ها. بله آدم بزرگی بوده. بله بسیار آدم بزرگی. بله اما خراسانیان به فارسی روی آوردن و جنبش می شود گفت که شاید از زمان یعقوب لیث صفاری آغاز شد، اونجا که برای شعر عربی گفتن قصیده گفت، سخنی که من در نیابم چرا باید گفت. و محمد ابن وصیف سگزی که شاید اولین شاعر ایرانی باشد که زبان شاعر، بعد روی آوردن به پارسی گویی و دربار سامانی مشوق این امر بود. پیش از فردوسی ما رودکی رو داریم، سلطان شاعران. و اگر که نگوییم اگر فردوسی نبود زبان پارسی بسیار کم می آورد و یک چگونه عرض کنم به لحاظ هویت ملی هم ما بسیار بسیار زیان می دیدیم. نقیصه بسیار بسیار بزرگی بود در این فرهنگ. اگر این حکیم بروز و ظهور نمی کرد جمعی این میتولوژی ما گم می شد، می موند در همین کتاب های نصب که شما یک محققی بروند و در کتابخانه ها نسخه برداری کنند. اما این سخن فردوسی و این در واقع عاطفتی که او پراکنده کرد به واسطه اشعار نیرومند سبب زنده شدن کل چیز میتولوژی ایران شد. و جالب است که پیشبینیش درست از آب در آمده که اونجا که میگوید که بناهای آباد گردد خراب ز باران و از تابش آفتاب، پی افکندم از نه از کاخی بودن که از باد و باران نیابد گزن. این باد و باران یعنی در واقع دست تطاول روزگار، منتها چون شاعر حماسی همواره به ترکیباتش رنگ مادی میزند میگوید باد و باران. بله و این هنر رو داشت. مهمترین شخصیت ما بدون هیچ گونه تردیدی، بزرگترین فرزند ایران و شهروند ایران، حکیم ابوالقاسم فردوسی است از هر جهت که بنگریم. کاملا حق با شماست. کاملا. خب همینان گفتگو با آقای مشیری حتما فکر خواهیم گرفت. یک بار دیگه اجازه بدید که کتاب رو شما نشون بدم. این اثر آخر کار آقای بهرام مشیری است. برای نوشتنش فکر کنم یه چیزی حداقل 5 سال وقت گذشته نیست؟ بله حدود 5-6 سالی 5-6 سال وقت. بله بله 5-6 سال. هم ماریای عزیز هم فرشته خانم منتظر تماس های تلفنی شما، سفارشات شما رو بپذیرن و کتاب رو براتون ارسال بکنن. و به نظر من وقتشه ما به تدریج شروع کنیم به اصلاح هم تاریخ هم ادبیات خودمون. خیلی کلا سر ما گذاشتن. اون یه قصه نمیشد دکتر بهزادی خیلی جالب بله. راجب فیلم نشد یه رو وارد یه کتاب فروشی شد که آقا من یه شاهنامه میخوام. دست بکنید کتاب فروش شاهنامه ورق میزنم میگه نه اینو نمیخوام. میره یه کتاب فروشی دیگه اونم شیخ شاهنامه میده ورق میزنه میگه شما دنبال کدام چه نوع شاه؟ میگه شاهنامه این که شاغاد نداشته باشه. آه ای چه رستم رو بکشته. ای داد بیداد من دنبال شاغاد نداشته. شاغاد برادر رستمه. همینان هم که خب باعث برگ رستم میشه دیگه. چاه میکنه. چاه میکنه بله. یعنی برادر خودش رو میکشه. برادر کشی میکنه. و این دنبال یک شاهنامه میگشته که این عنصر پلید توش نباشه. خیلی جالب بود، نشنیده بودم. بله آقای دکتر بهزادی. خب آقای مشیری عزیز، اولین کسی که من میدونم، البته دیدم کتابتون رو به مادرتون پیشکش کردی، اولین کسی که این عشق به فردوسی رو در شما زنده کرد و در شما پدید آورد مادرتون بود دیگه. بله و گذشته از این درست میفرمایید. با یک بیشتر راجع به صحبت بکنه. بله در بختیاری که من دایی هم بختیاری هستم، خب اینا در اون زمان و حتما هم در این زمان وقتی که به خصوص زمستان اینها شاهنامه میخوانن
با یک صوت بسیار بسیار جالب و یک موسیقی بسیار بسیار جذابی که خاص خود اونجاست. هر کجای شاهنامه رو به یک گونه میخوانن. بس با ساز میخوانن. نه با ساز هم میخوانن، بی ساز هم میخوانن، اما با موسیقی به صورت آوازی. آوازی. اوکی. و هر مطلبی رو، حتی شعر حافظ رو شما با آواز توام بکنید، تاثیرش ده ها برابر این است که برست. روحانی بکنی. این است که تو اون فضا و اینکه دائم این اشعار به گوش ما میخورد بچگی، این باعث شد که این علاقه مفرط به این کتاب و یک نوع عشق فوق العاده به این مطالب و شخصیت فردوسی در بنده و کسانی که این راه رو رفتن مثل دکتر امیر ریاهی هم همین طرز زندگی رو داشته. اونگر از کودکی از بچگی من در گوشم چنین آوایی بود، شاهنامه بود و چنین و چنان. این است که متدرجن که ما بزرگ شدیم هی بیشتر نگاه کردیم ببینیم دیگران چه گفتن، آقای مسخره نولکه چه گفته، آقای نمیدونم مهل چه گفته، تحقیقات دیگران چگونه بوده. این تحقیقاتی که سال 1313 منتشر شد خیلی مهم بود، مقالاتی که دانشمندان نوشتن یک زمان مرحوم رضا شاه که دعوت شدن به ایران و سر قبر فردوسی، خیلی مقالات بسیار، قصایل بسیار زیبا. اینها هر جا که رفتیم در سفر و حضر این کتاب زیر بغل ما بوده. آقای مویبودی این یه کتاب ما بوده. از ایران که بنده بیرون آمدم فقط یه جلد شاهنامه به همراه داشتم در واقع. آمدیم به دیار غریب و تا کسی وارد فضای کتاب نشود و خوب نگاه نکند و این ترکیبات آشنایی پیدا نکند، در واقع معنی مقام فردوسی رو ممکن است به درستی در نیاورد. چه مایه هنر نشان داده. مرحوم بهایی یک قصیده‌ای دارد به نام کل سیدان فی جوف الفرا، یعنی همه شکارها در دل گورخر است. اونجا میگوید که چار روح اندر یکی شاعر به میراث افتاد، فیلسوفی، پادشاهی، گربزی، گنداوری. یعنی شاعر تنها نیست، یعنی در مقام چاره سازی چون پزشکی چرده است، در مقام کینه توزی چون پلنگی بربری. یعنی ابن خلدون میگوید شعر خوب آن است که مطابق مقصود باشد. هیچ کس از شعرا که من نمیشناسم برابر مقصود مثل فردوسی سخن نراندن. یعنی اونجا که به شعر احوال قنایی دارد چنان است که گویی مرد یک عمر عاشق بوده و اصلا کارش که کار قنایی است. اونجا که موضوع حماسی است، اونجا که موضوع ارتباطات برادری هست یا سخن گفتن پهلوان، اون چنان با مقصود سخن رانده که بالاتر از این میسر نیست. قوت تاثیرش هم به خاطر همین هست. این است که هرچی شما با کتاب بیشتر آشنا بشید بیشتر کشیده میشه به مطلب. کما اینکه همین آقای جولیوس فون مور وقتی که آشنا شد دیگر این رو در فرانسه نگه داشت، از او دعوت کرده بودن که بره بعد در آلمان، چون آلمانی بود، استاد دانشگاهی استاد بپذیره. همونجا مون در فرانسه تا همونجا فوت شد. یا وولف، فریتز وولف، بله فریتز وولف وقتی که با کار چیز آشنا شد، خلی لنگویست بود، زبانشناس بله. بود 30 سال تمام نشسته و فرهنگ شاهنامه ساخته. و آقای نولتکه که مهمترین رسالات رو در باب شاهنامه نوشته، مرد آلمانی است، دانشمند بزرگی است، به ایران هم نیامده. این است که این اثر جهانی ماست، جهانی ترین اثر ما کتاب کاملا درست. بله بگو مثلا فریسپول بی خودش یهودی بود. بله عشقی به این شاهنامه. بله بله به چه داستانی جالبی داره زندگیش. بله بیشاره چقدر ظلم ستم بزرگی بهش شد. بله کشتن او رو. کشتن بله نازی ها دوره. خب داریم گفتگو می‌کنیم آقای بهرام منشیری عزیز. آقای منشیری، یکی از مفاهیمی که بسیار در شاهنامه مورد استفاده است بله. مفهوم خرد. بله. اهمیتی که فردوسی به خرد داد. بله. می‌خوام ببینم که وقتی او از خرد سخن میگه چه بودی از حالا تعقل یا در نظر میگیره؟ بله ببینید، فردوسی مطالب مهم رو هرگز برابر عربیش رو نمی آورد. یکیش خرده. یکیش خرده. شما هر چه بگردید واژه عقل در شاهنامه مطلقاً و ابداً پیدا نمیشه.
جابجا خرده. خرد در واقع برابر عقله. و در ابسطا هم که نگاه بکنیم مرتب این خرد تکرار شده، راستی و درستی و خرد و خردمندی. و در ابتدای کتاب در ستایش خرد فکر کنم 10-12 تا 15 بیت هست. بنابراین فردوسی به ما میگوید که تصور نفرمایید که گذشتگان ما هم مثل این دوستان بودن، این کسانی که مدن ایران را خراب کردن و پایه این فرهنگ بر خرد بوده و پادشاهان، حالا اون بیخردان که هست نشان میده، اول تعریف خرد رو میکنه و به جای این که مثل فیلسوفان مثل افلاطون وارد ماهیت خرد بشود، شاعر حماسی این کار رو نمیکنه، کارش هم این نیست. شاعر حماسی اون نیست که شجاعت رو تعریف کنه و وارد قضایای انتزاعی بشود، چون خواننده گم میکنه مطلب رو، چون قضای انتزاعی قابل تجسم نیستن. شاعر حماسی به همه مفاهیم رنگ مادی میزند که خواننده بفهمد. میگوید که یکی بانگ برزد بگیر از نخست، پس اونگاه شرم از دو دیده بشست. شرم که یک امر انتظاری است، با فعل شستشو رنگ مادی میزنه. بنابراین خرد رو فردوسی خردمند رو نشان میداد. بعد از که دستش خرد، مثلا فرض بفرمایید گودرز خرد سپاه ایران هست، کیکاووس آدم خردمندی نیست، کیخسرو خردمند هست، فریدون هست خردمند هست، رستم هست خردمند هست. بنابراین هم خردمند رو ما نشان میده با اعمال و افرادش، هم بیخرد رو به ما نشان میده. و ظلم و ستمگری کار بیخردان است، فرض کنید عدالت کار خردمندان است. تا میرسیم به قضایای تاریخی، بزرگمهر نمایند خرد دوره ساسانی است و انوشیروان، اینهاست. این است که یکی از پایه های مهم شاهنامه خرد هست. در واقع پایه مهم دیگرش دادگری هست. اینا قضایایی است که در متن کتاب بایستی کاملا درست. اون که خسرو هم اشاره درستیه، کاملا پسر یا میوه عشق فرنگیس و سیاوش که خسرو. خب آقای آخرین سوال که من نظرم خیلی مهمه، مهمترین سوال، اون سوالی کلیدی، 720 بار میگه ایران. با اینکه ایران پرست نیست، ایران دوسته. 720 بار. 350 بار میگه ایرانی و ایرانیان. چقدر مهم بوده؟ بله بسیار برش. جالب اینجاست که این مطالب رو که فرمودید و بیشترین نامی که رفته از پهلوانان اول رستم هست، اونم باز در ارتباط با ایرانه که رستم مهم هست، چون رستم بزرگترین پهلوانان ایران زمین هست، بنابراین مقامش هم از همه بالاتر هست. در واقع اون داره حماسه ایرانیان رو زنده میکنه و همونطور خودش گفت بزرگواری ایرانیان رو داره زنده میکنه. بنابراین باید نام ایران رو ببره و مرتب، چون مطلب مربوط به ایران هست، با یک افتخار بزرگ مرتب نام ایران رو میبره. و جایی هم که ایرانیان شکست میخورن مینویسه شکست خوردن، هیچ گونه تعصبی به خرج نمیدهد، که اتفاقا بر میکشه دشمن رو، نه توهین کنه به غیر ایرانی. میگوید که چه از دور آخه خاقان چین رو فریب داده بودن که ایرانی های مشاهدن بیغرزه هستن، شما بیا پیروزی حتمی است. و اینها میگه چه از دور خاقان چین بنگرید، خروش سواران ایران شنید، پسند آمدش گفت این از سپاه سواران مردفکن کینخواه. بله سپهدار پیران، میگوید سپهدار پیران دگرگونه گفت، هنرهای مردان نشاید نهفت. بله فردوسی هم هنرهای مردان رو دشمنم پنهان نمیکنه، که حالا شما تاریخ های اسلام رو بخوانید ببینید، به خصوص تاریخ هایی که بعد از بایسون قرمیزان نوشته شده، دوران صفوی به معاویه که میرسه، مورخ فوش های رکیک، سخنان زشت، اینها آقا این کار مورخ این نیست، فحاشی کردن. بله واسه این وقایق حقایق ما بچه بودیم فکر کردیم که مثلا ابن ملجم شکل نمیدونم گوریل بوده، یا نمیدونم
بعد دیدیم که آقا این خیلی مرد خوشقیافه‌ای بوده یا شمر بسیار بسیار مرد جذابی بوده، آدم دلیری بوده، قومیخش هم اینا بوده، فقیه هم تازه بوده، فقیه هم تازه بوده. راست برای مثلا بیهقی میمونه ولی بقیه نمیمونه. جالب. بله بله کاملا درست. بله بزرگترین بزرگترین نام در تاریخ نویسی ایران رو برد بیهقیه. واقعا خواجه ابوالفضل بیهقی کسروی. بله کسروی. بله بود روزگار ماست. ولی بقیه دقیقاً مثلا چیه؟ آقای والی اصفهانی، مبرق دوره صفوی یا بقیه. واقعا درست میگن ترکیبات زشت به کار میبرن علیه آره مخالفان خود. و فردوسی اگر کارش بدین وحش بود که اینها کردن، یعنی درش توهین بود، تعصب بود، فحاشی بود، از حوزه طوس مطمئن باشی بیرون نمیرفت. یعنی هرگز اثر جهانی تراز اول نمیشد. اگر پر از تعصبات نژادی بود، اگر پر از خار کردن دشمن بود، اگر کوتاه نظری در این کتاب راه داشت، هرگز جهانی نمیشد. کسی نمیاد به زور شاهنامه رو جهانی بکنه که. خود اینها گشتن، محققان بزرگ، آدمهای دانا در حوزه دانشگاه، دیدن آقا یک کتابی ایرانیان تولید کردن بی‌نظیر است، آمدن روش کار کردن. بنابراین جهانی بودن فردوسی به واسطه همین نگاه فلسفی فردوسی به جهان دوست. هست و نگاه تنگ نظرانه مذهبی و این داستانی که واقعا کشور ما رو خفه کرده، این داستان تعصبات مذهبی و عرض کنم که تنگ نظری ها و خار داشتن غیر خود آقای بودی و عرض کنم سخنان زشت گفتن دقیقاً درست. و در این کتاب ها نوشتن اینها، مثلا به جایی که بگوید معاویه سوار شد و نیزه به دست کرده، میگوید که معاویه اسب بقاحت سوار شد و نیزه نمیدونم بی شرافتی به دست کرده. آخه این که نشد تشبیه که معاویه مرد بزرگی بوده، بزرگترین سیاستمدار اسلام در تاریخ معاویه بوده. معاویه یعنی امروز هم که نگاه کنیم تاریخ سیاست، معاویه بزرگترین سیاستمدار روزگار بوده. ولی حالا ما چگونه کنم، چگونه عرض کنم، از بس ما شیعیان، یعنی شیعیان گذشته هم همینجور مهمل گفتند و دروغ گفتند و غیر خود و خار کردن، حیثیت خودشون هم بردن به بچه که مسلمانان گیتی میگوین اینا مسلمان نیستن، رافضی هستن، نمیدونم قزلباش هستن، به خاطر همین تعصبات بوده دیگه عزیزم. خواهم تشکر میکنم از آقای مشیری. آقای مشیری تا دیدار دیگر، ادامه گفتگو با آقای بهرام مشیری عزیز. خب امیرانم فرصتی نیست با شما گفتگو بکنید، میماند برای فردا دقایق فقط دو سه دقیقه. کتاب هایی میخواید سفارش بدید میتونید زنگ بزنید با بچه های ما صحبت بکنید، خانم ماریای عزیز، همینطور سکا خانم فرشته. این بحثی که درباره شاهنامه در گرفته الان چند هفته ایست، اهمیتش در این که میشه به طور زیربنایی مسائل فرهنگی ایران رو مطرح کرد، اول برشی داد و دید واقعا چه گذشته بر ما، چه پیام هایی به ما دادن ما دریافت نکردیم. به نظرم خیلی مهمه یکی این که شما کمتر میتونید از طریق آثار و میراث های فکری بسیاری از بزرگان ما، پدر بزرگای خودت، مادر بزرگای خود، پی ببرید که مذهب اونها چی بود. خب اینا میخوان یه چیزی باز به ما بگن که آقا مذهب یه امر شخصی است، نه من حق دارم از وسیله‌ای که در اختیارم کار تبلیغاتی انجام بدم، این از طریق شعرم که طرفداران بسیار داشته، دست به دست میگشته، ایرانی ها به هر حال مردم صاحب فرهنگی بودن، کتابخوان بودن. نگاه بکنید به مجموعه کتابخانه‌هایی که مثلا در دوره سامانیان، در دوره دیلمیان در ایران تأسیس میشد، تا در دوره غزنوی پادشاهان ترک، کتابخانه نشون دهنده اهمیتی که ایرانی ها برای کتاب قائل بودن. متاسفانه امروز هستیم به جایی که یک کتاب خیلی مهم منتشر میشه با 500 نسخه، در 500 نسخه، نشون دهنده افول دیگه، نشون دهنده ریزشه، کلاپس. متاسفانه این دوران هم که پدیده حکومت و حاکمیت نوچیسه همین آرزش، یکیش همین اهمیت فرهنگ، فرهنگ اهمیت چه از دست میده و جامعه دچار فقر معنوی میشه، فقر فرهنگی میشه. اما مهم شما آثار گوته رو بخونید، چهار صفحه بزنید متوجه میشید با یک متفکر مسیحی طرف، با اینکه یکی از برجسته ترین شخصیت های تاریخ جهان،
کمدی الهی دانته رو بخونید، شکسپیر رو بخونید، متوجه میشین شما به نابغه مسیحی طرفید. ولی آثار ستارگان قدر اول ادب و فرهنگ ایران رو مطالعه بفرمایید، امکان نداره از طریق آثار اونها بتونید پی ببرید که مذهب و چی شاهینشون چی بود. به من ده که در چیش رندان مست، میگه چیش من رندیه، اونم از نوع رندی مستانه است. یا کار به جایی بکشه که امروز تازه بعد از 700 سال 1000 سال متفکران و پژوهشگران ما بشینن دوباره واژه واژه آثار اینها رو بخونن، بلکه بتونن بفهمن چه مذهبی داشتن. ببینید چقدر این قضیه اهمیت داشته. به همین لحاظ خیلی این مباحث میشه مطرح کرد، از طریق خردورزی چقدر توصیه شده به اینکه ایرانی ها تنها از طریق خردورزی است که بتونه جامعه رستگار رو پی بیفکنن. مذهب رو در حکومت نباید دخالت داد، و متاسفانه خیانتی که کتاب کرده، نویسندگان کرده یا مورخان کرد، ببینی افلاکی عاشق مولوی بوده در این شک نیست. گاهی هم این خطاها از سر عشق بوده، از سر عشق سوزان به یه نفر. این افلاکی هم عاشق مولوی بوده در این شکی نیست، فکر کرده که خیلی داره کار عشق کلی کرامت و معجزه رو به مولوی منتسب، در حالی که واقعا مولوی خودش بیزار بوده از این حرفا، چیزهای روایاتی رو نقل کرده از این و اون که خود مولوی اگر حیات داشت و اینها رو میخوند مطمئن باشی که گوش افلاکی رو میگره، هزار بیزاری میکرد. خب اینا باید اصلاح بشه، همه باید تصحیح بشه. خدافظی میکنم همه شما تا دیدار دیگر. گفتگوی دیگر سپهر عزیز برنامه رو هدایت کرد، دوستان من تشکر میکنم.